درود به همه دوستای عزیز امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه خوش اومدید به کانال یوتیوبی ای فلکس فیتنس من امیر فلکس هستم و توی این قسمت پادکست یه مصاحبه ویژه و جنجالی رو داشتم با سوپر ژنتیک کلاسیک فیزیک ایران اولین کلاسیک فیزیکی که پاش به مصر المپیا رسید سال 2022 علی فولادوند علی متولد سال 71 که و یکی از بزرگترین پتانسیل‌های بدنسازای ایرانی رو داره اون تونسه سال 2022 به المپیا برسه و ازش خیلی سوالا پرسیدم که چجور ویزا گرفتی چطوری به استیج رسیدی خیلی راحت ویزا گرفته و همون بار اول همه چی اوکی شده از تجربیاتش از المپیای اول گفتم دو سالی از پیداش نیست حسابی باز کردم که کجایی چیکار میکنی برنامه واسه آینده چیه کلا مسابقه خیلی خوب و جذابی شد خودم که خیلی دوست داشتم صحبت با علی جانو. و اینکه قبل اینکه بخواید این, که بخواد این مسابقه رو تماشا کنید این ویدیو رو لایک کنید برای من یه کامنت بذارید و در پایانم نظراتون رو خوشحال میشم که توی قسمت کامنت ها ببینم خب علی فولادوند عزیز چه خبر داداش کجای کم پیدایی ارادت دارم همیجان خیلی خوشحالم که منو به برنامه دعوت کردی اینجا جا داره یه خسته نباشید بهت بگم و یه سلام هم کنم به کسایی که دارن این برنامه رو میبینن قربون شما آقا ما خیلی وقت بود میخواستیم با شما این پادکسته رو بگیریم وقت نمیشد هم شما بیزی بودی حالا درگیر ورزش و کارهای زندگی و مشغله و این چیزا نشد ولی خیلی خوشحالم این وقت رو به ما دادی امروز ما در خدمت شما هستیم خیلی هوادارات فنا از ما خواستن که با شما پادکست رو بگیریم خودم خیلی مشتاق دیدارت بودم که بتونم باید بشینم یه گپ حسابی بزنم چه خبر از کجایی کم پیدایی دارم. ما که همیشه از عادتهای خوبمون همه چی رو چرا خاموش پیش الان نزدیک انجام روز خدا رژیم و تمرین کاردیوم و دارم تمرینم رو انجام میدم و اینکه به زودی هم مسابقه پرومو میدم واسه المپیای 2025 نایس برنامه چیه کدوم مسابقه رو میخوای وایسی اونا رو هنوز با علی آقا رسا هماهنگ نکردیم که کدوم مسابقه رو کدوم کشور بریم عالی داداشم بدن رو الان چطوره چقدر آماده ای نسبت به مسابقه قبل چقدر تغییر کرد بکنم رو 50 60 درصد آمادم چون تازه شروع کردم و اینکه دقیق بگم فکر کنم واسه دو ماه نیم سه ماه آینده دیگه صد درصد آماده آمادم آماده رقابتی آماده رقابت بخوام تقویم رو نگاه کنم تقویم سال دیگه نیومده ولی تنها مسابقه ای که میتونم فکر کنم توی دو ماه آینده باشه رومانیاست. بخوام رومانیا هاست بکنم رومانی ها رو میخوای وایسی احتمال زیاد آره تو میخوام اونجا یه یه جنگ خیلی خوب داشته باشم با بدنهای خوب با بدنای خوب شما با بدنای خوب زیاد رقابت کردی یه مسابقه آخر دو دو راف دیزل اونم خیلی مسابقه ای بود که حرف دوش بود حالا سراغ اونم میریم حتما ولی داداشم برد. چی ساختی تو چیکار کردی اولین فکر کنم اولین کلاسیک فیزیکی بودی که به المپیا رسید دقیقا قبل از من که آقا آرش رهبر بله. آره. بعد از آرش رهبرم که آبدین شکرابی اینا برادره بزرگمان اما میشه گفت تنها ایرانی بودم که از ایران به المپیا تو رشته کلاسیک فیزیک رفتم اما اگه بخوایم حساب کنیم سومین ایرانی بودم که تو رشته کلاسیک فیزیک سن المپیا گذاشتم آرده داشم اصلا یادم آدم ترکوندی یه کار غیر ممکن بود اصلا ویزا گرفتن تو باید بحثش کنیم چه جوری شد ویزا گرفتی اون خودش کار جوری خیلی؟ من واقعیتشو بهت بگم همه چی خیلی روش بهت بگم همه اصلا کار خدا بود حالا چه اولین مسابقه پروم تو کلاسیک فیزیک تو اونم تو کشور برزیل من مجوز گرفتم و اولین بار که تو سفارت امریکا رفتم به ویزا دادن دیگه همه چی دست به دست هم داده بود قسمت این بود که من اولمپیای 2022 به لاسگاس برم و مسابقه بدم داداش باعث افتخار بود که ما شما رو روی اون استیج داشتیم پرچمت خیلی بالا بود من اون مسابقه رو گزارش میکردم و واقعا لذت بردم از بدنی که آوردی روی اون استیج خب مسلما الان دو سال گذشته بیشتر از دو سال میشه وقتی بخوای 20 بیس 25 بیس بیس بی روی استیج اون ببینم چی داری میاری آره من دقیقا هزیم. یک سال بعد از المپیای 2022 که مسابقه هندو وایستادم مثل هند هندو کرورو که با رافت مسابقه دادم اصلا کلا یه ورژن دیگه بردم رو یعنی خیلی متفاوت بود از اولمپیای 2020 و باز امسال واسه 2025 یه ورژن دیگه ان شاء الله میبرم ببین همون مسابقه هند همون مسابقه هندم هم خیلی خوب بودی چرا ادامه ندادی که یه جوازو بتونی بگیری خب ببین همینجان یه مقدار شرایط اسپانسری و اینا یه مقدار برنامه‌ریزی داشتیم که به هم ریخت و باس این شد که من نتونم دوباره مسابقه پرو بدم و مجوز المپیای 2024 رو بگیرم و یه کوچولم یه مشغله های جلوی رام افتاد که نتونستم <applause> توی استیج حرفه‌ای هند پشت سر راف دیزل دوم شدی در نظر در مسابقه چیه خودتو چقدر نزدیک می‌بینی به اون مثلا تاپ 5 المپیا که رابتیزل هم خب بالاخره یکی از اوناست بود البته امسال شرکت نمی‌کنه ببینید من تو اون مسابقه اصلا باور نمی‌کردم یعنی زمانی هم که اسمم واسه نفر دوم خوندن اصلا یعنی اگر مسابقه پرو نبود به هیچ عنوان نمی‌رفتم که مدال دومی گردنم بندازن چون اصلا باورم نمی‌شد من همه جوره برده بودم حتی علی, علی آقا رسا که با سرداور که امریکایی بود صحبت کرد گفت به امتیاز فکر کنم یکی بله یه امتیاز یه بله. 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 به اختلاف یه بله امتیاز شما به رافیزل وقتی گفت اگه همین بدن رو تو اولمپیای 2023 بود اون موقع فکر کنم برگزار شده بود بله گفت میوردی پنجم یا ششم میشدی ببین دقیقا داستان همینه خیلی از بدنا هستن مخصوصا توی ایران توی مسابقات تیم ملی میبینی آماتور میبینی مسیج های من پر شده از یه سری افراد که میان همینجور مسیج میدن حق ما رو خوردن فلان کردن بیسان کردن بدنا مثلا توی دسته کلاسیک فیزیک خیلی اون استراکچر رو ساختار مهمه که شما کلاسیکی باشی بعد بخوای اون چگالی عضله رو داشته باشی یا اون سایز رو داشته باشی خیلی اصلا اون استراکچر رو ندارن ساختار رو ندارن مایچه خیلی خوبی دارن در حد بیلدینگ هن. ولی توقع دارن توی کلاسیک بیان بالا ولی من کلا ساختار شما رو میبینم فوق العاده واسه کلاسیکه یعنی که اگه بیای اونجا یه پکیج خیلی خوب میاری از نظر ساختار بدنت کاملا کلاسیکی از نظر ماهیچه بدنت یه کامپلیتنس یک فو... یه بدن کامل بدنساز رو داری متوجه بشی چی میگم بازم اینم برمیگرده تمام اون میدونیم ارزش بدنسازی چه فیزیک چه کلاسیک فیزیک چه بیلدینگ اولین چیز اول مهمترین چیز جنتیکه دقیقا. و خدا رو شکر میکنم که یه جنتیکی دارم که با دوز داروی خیلی پایین و با یه تغذیه خیلی مناسب میتونم سایز اضافه کنم بدنمو کات کنم با اون چگالی که کلاسیک فیزیک میخواد خودم رو برسونم یعنی به نزدیک به بدنهای مثل بگم تاپ یا تاپ میتونم کنار اونا مسابقه بدم دقیقا میتونم اینو ببینم چون که بدنسازی کلاسیک فیزیک یه جورایی داره میره سمت بدنهای قد بلندتر میدونی و شما دقیقا. دارم دلدنم... قد چگالی بیشتر آره آره من اولین بار که تو اولین بار بود از نزدیک تو صحنه رقابت کریس پامسد رو می‌دیدم واقعا جا خوردم اصلا میگفتم واو اصلا مگه داریم همچین چیزی با این چگالی آره واقعا ازجاب کردم بعد آه. از اون اومدم دوباره سراغ چگالی چون من یه یه بدنی یه ژنتیکی دارم که خوب میتونم چگالی بگیرم حالا افرادی بچه‌ای که نزدیک من میدونن من چی میگم چون خوب غذا میخورم سالم غذا میخورم و تنوع غذا این طی روز پروتئینم بالاست و اکثر بدن سازا هممون در جریان هستیم تو زمان رژیم نمیتونن غذا بخورن اما من اینجوری نیستم هرچی غذا بدون رنگ بدون تم میشه من بهتر غذا میخورم یه بدن بعد موفق همینه من اومدم فقط سراغ چگالی خیلی هم مثلا نظر میدن که آقا سایزش بالاست نمیدونم این بیلدینگی شده فلان ولی من مثلا در جواب میگم آقا شما باید برید نفرات اول تا پنجم حتی هفتم هشتم مستر المپیا رو از نزدیک ببینید اینو به جرئت میگم اگه بخوان نفر ششم هفتم هشتم مستر المپیا آی مسابقه بدن هر سال اوورال جهان میشن تو سنگین بس اینو به جرئت میگم کاملا باید موافقم جوری که این بحث داره باز میشه برای کریس بامسد که چرا به اوپن نمیاد بیاد یه ارتقا بده بدنشو بیاد اوپن و در واقع اگه کریس بامسد همین الانی که شما داری میگی انقدر چگالی داره و انقدر ساختاری زیباه توی مسابقه های اوپن شرکت کنه نه مسابقه های بزرگ مثل آرنو کلاسیک و المپیا که مثلا هادی و درک و اینا توشن مسابقه های آره آره. کوچیکتر میشه گفت که تیر تایر مثلا سه باشه تایر چهار باشه درجه سه و چهار شرکت کنه میتونه قهرمان شه اون مسابقه رو صد در صد حتی مسابقه, در... مسابقه در... چون میگم من بدنشو از نزدیک واقعا دیدم واقعا زیبا پرچگالی من واقعا اصلا تنها بدنی بود که بهش حسادت کردم توی این چند سالی که ورزش کردم یعنی واقعیت میگم بعد واقع یه چیز و غریبه. و اینم به جرات میگم بهتون بدنیه که مثل رونی کولمن تو اوج زمان اوجش هیچ بدنی نزدیک رونی کولمن نشد دقیقا حتی جی کارتر جی کارتل زمانی که سال 2005 یا 6 بود که رونی کولمن رو گرفت یه رونی کولمن خودمون همه میدون بعد از در حال آره سقوط کردن بود یعنی چیزی اضافه نمیکرد اما اون چند سالی پنج سالی که آقای اولمپیا شد به هیچ عنوان هیچ بدنی نزدیکش نمیتونست باشه حالا کریس بامسد هم به همین شکله این چند سالی که آقای فیزیکلاسی که مثل اولمپیا میشه من به جرئت میگم نفر دومش ده هیچ به بامسد میبازه آره یه جورایی میشه گفت که در واقع همه استانداردها رو توی خودش جمع کرد همه استانداردار رو داره هر ساله میاد هر ساله خیلی ها طبقه دارن که یکم بتونه در و باز بذاره بقیه بیان تو وقت این دو سال اخیر که داره با هانی کار میکنه اصلا شد میدونی ده. واقعا عوض ده. شد احتیاج داشت به آقای رامبود یعنی این لقب دادم بهش خودم بهش میگم آقای جادوگر ده. یعنی یکی مثل کریس پامسدو که از زمانی که قبل از این که بخواد با هنی رامبوت کار کنه بدنش رو آنالیز داشتم میدیدم چکش میکردم یکی هم اینکه مثلا ما خودمون حادی چوپانو داشتیم از زمانی که زمان آماتوریش و از زمانی که حرفه ای کار میکرد تا قبل از اینکه بخواد با آقای رامبد کار کنه اینا رو آنالیز کردم واقعا جادوگره من خیلی هم دوست دارم باش کار کنم خیلی دوست دارم باش کار کنم ولی خب فعلا شرایطش جور در نمیاد میگه وقت ندارم که یه هم شرایطش میشه داداشم. بیایید اون فلش بک بزنیم به اولین جواز اولمپیایی رو که گرفتی اون سال توی برزیل بود جواز المپیایی 2022 رو توی برزیل گرفتی کشوری که خودش رو مهد ژنتیک کلاسیک فیزیک میدونه حتی بچه های اوپنشون مثل رافا برندو هم در حد کلاسیکن و بدنای خیلی خوبی داره ژنتیک بدنای خیلی خوبی داره برزیل و امسال توی المپیا رکورد دومو داره نفر رکورد اول دست امریکاس. با 110 تا اتلیت ورزشکار رکورد دوم دست برزیل با 55 تا و و ورزشکار روی استج المپیا نظر در مورد برزیلیا و ژنتیکشون چیه ببین همین جان اول اینو بهت بگم به خاطر تعداد ورزشکارشون بالاست فقط به خاطر اینکه تعداد مسابقات پرو بالاست یعنی اگر برزیل 50 تا ورزشکار کلاسیک داشته باشه 50 تا مسابقه برگزار کنن 50 تاشون مجوزو میگیرن یعنی بهشون میدن ما های خیلی خوبی هم داریم تو کشورمون اما در جریان هستیم ما محرومیم از همه چی یعنی از لحاظ مسابقه مکمل تغذیه همه چی محرومیم یعنی یه جورایی با سختی بچا دارن رژیم میگیرن و مسابقه میدن و اینکه ژنتیک میگم خیلی شرایط با هم فرق میکنه یعنی ژنتیک هست مغز و اعصاب هست مکمل هست اسپانسر هست من الان یه یه ورزشکار المپیایی ام اما هنوزم نتونستم یه اسپانسر خیلی خوب پیدا کنم که با خیال راحت فقط کارم بشه رژیم گرفتن تمرین کردن و مسابقه دادم حالا یه صحبت هاشیهی و باید بکنم کم میخوام دیده تو ببینم نظر در مورد اسپانسرشیپ چیه؟ اسپانسرشی به نظر اسپانسرشیپ به ورزشکارای هرفهی حالا کلاسیک فیزیک در حد اولمپیا چقدر پول میده یا چقدر سپورتشون میکنه؟ توی امروزی که 24 باشیم سال 2024 به نظرم به دلار به دلار آره ببین بستگی به جایگاه تو المپیا داره هر چقدر جایگاه میگم یا تاپ تیری باشی یا تاپ فای باشی یا تاپ تن باشی اینا حقوقاشون با هم فرق مونه. اما من با بلگ اسکول کار میکردم یعنی قرارداد داشتم به من 2500 تا میدادن سال برس. 2022 در ما بله بله همین رنجا است خب اگه بالاتر بریم مثلا تاپ 5 المپیا باشی به ده هزار تا میرسه خب این علی آقا رسا اینا رو به بند قراردادم اضافه کرده بود که چنانچه اگر تو المپیا 20 22 من تو تاپ 3 بیام یا تاپ 5 بیام یا تاپ 10 بیام یه مبلغی رو اضافه کنم اما میگم اسپانسریشون نس کشورهای دیگه با ایران خیلی با هم فرق میکنن آره توی ایران نمیتونی اسپانسر بگیری اگه بخوای اسپانسر خوب بگیری به نظر من باید برندهای امریکایی باشن که خوبم پول بدن اون بلک اسکول هم مال است. دیگه دقیقا آره خب الان داستان اه... اسپانسرشیپ چی اسپانسر داری اسپانسر که فعلا ندارم نه اما من حدودا دو هفته میشه آره دو هفته میشه با یکی از بچه ها وارد کننده مکمل از اماراته که ایران دفتر دارن من فعلا با اونها یه قراردادی بستم و تبلیغاتشون انجام میدم و ماهیانه یه پک اسپانسری فعلا دارم فقط پک اسپانسری یا اصلا هزینه های مسابقه رو کاور میکنن هزینه های آره یه مسابقه پرو با هزینه ماهیانه حالا اون مبلغی رو که با هم بستیم اوکی خیلی هم عالی پس یه اسپانسری هست از حالا برای تبلیغت هم بشه از کیفیت محصول باخبری کیفیتش خوبه کار خوبه آرد. چه برندی رو داشتم با مبالغ بالاتر اما از کیفیت مکملاشون مطمئن نه. نب... نه نه اصلا مطمئن نبودم اکی. یه جورای آمارشون مثلا میگرفتم یک و دو رو با هم مخروط میکردم و میسوختن حالا قاطی میکردن من زیاد برای زاد... ورزشکار حرفه‌ای و نامی مثل شما خیلی اون اعتبار مهمه اعتبار رو علکی که نساختی و حالا به من بگو که این برندی که دارن وارد میکنن چه برنداییه و از کجا باید تهیه شه میخوام توی این پادکست هوادارات ببینن و, ب... و ببینن. یه پیج مکملی داره سابلومن بورد سابلومن بورد که محصولات الان جدیدا هم یه چند وقتی میشه از دبی برگشته امیر و صحبت کرده محصولات جیکات کاتر محصولات جیک رو گرفته که وارد کنه اما در حال حاضر رولوان داره یو اس رو داره و چیزایی که برندایی که هستن اینا رو حضور ذهن ندارم الان دقیقا اما تا جایی که دقیق میدونم یو اس رو کامل داره رولوان رو کامل داره این چند رو من یادمه محصولات رو دارن گفتی ماسل وورد اینستاگرام آره سابلومن ورلد بچه ها به سپلمنت ورد توی اینستاگرام برید حتما خودتون رو معرفی کنید برید از طرف سر... علی فولادون اومدید پک سپلمنتی اونجا تهیه کنید ورزشکار هرفه ایمون رو دارن سپانسر میکنن سپورتشون کنید حالا جدا از اینا بخوام سراغ یه چیز دیگه برم کلاسیک امسال چی فکر میکنی؟ به نظر رومون اصلا نزدیک به کریس نمیشه به نظر ویسلی بیسرز اونجا نزدیک کریس نمیشه رامون که نه هر چه قدم که میگم بدنشو امسالم خیلی خوب داره میاد اما نزدیک کریس بامسد نمیتونه بشه دلیلش هم هممون میدونیم معیار فیزیکلاسی یعنی کریس رو یه, یه معیار گذاشتن گفتن باید بدن اینجوری با این معیار بیارید مسابقه بدید آره بعد رامون هم هممون هم میدونیم مشکل وکیومش به شدت بالاست و بکش نسبت به بک بامسه یه مقدار جزیاتش یه جورایی کمتر حساب میشه کمتر سبب. ولی تنها فیگوریه که رامون تونست پارسال بگیره از کریس بامسه بعد از سالها اون بازو از پشت بود از پشتش بود آره اونو تونست بگیره و رمون آره. خیلی دادش زخمی شده یه جورایی تر... از آرنو کلاسیک مخصوصا آره از آرنو کلاسیک به کنار چند سال بخوای پشت سیبان وای بعد رمون شما در نظر بگیر یه اسطوره است مثل خود توی کشور برزیل شما توی برزیل آره. بودی میدونی چه جوری بدن سازی و میپرستن آره. اگه مثل ایرانی نباشه کمتر ایرانیام نیست که گرفتم اه... الان حضور زن ندارم اسمشو پسری که تو وزنم دوم شد اومد توی پارسال توی دوبی پرو تو دوبی پرو واقعا چیز گرف. رو گرفت راختیزو رو گرفت بله یادم آره. آره. یادم آره. واقعا بدن بایم آره به نظر سیبام تا کی وای میسه؟ فکر کنم امسال آخرین سالش باشه باید هم آخرین سالش بشی چی میخوای بیای بیا برای 50 هزار تا مسابقه بدی یا که بگی من سلطان کلاسیکم با کلی آسیب دیدگی آره داره به نظرت بازم امسال هم شیشومین اولمپیاش رو میگیره م. و به نظرم دیگه واقعا باید کنار بذاره چون آن... را واسه جوان باز کنه آره آه. اما در مورد بدن چی بود اسمش یادم رفت که رامون تو آردون کلاسیک بود ویسلی ویسرز آره اونم هلندیه ب... نیمتنه... نیم تنه یعنی از نیم تنه به پایین بدنش خیلی ضعف داره دقیقا کار داره هم کلفته آره خیلی معتقدن که رامون آف بود پنجا 60 درصد بود برای همین وستی تونست بگیرتش با. رومون رامون فکر میکرد کریس وجود نداره یکم شلش کنه که بره اونجا تایتلر رو بگیره بره اونجا پول رو بگیره بعد نمیدونست وستی داره میاد که رنده کنه همه رو آفرین اون 100 درصد اومد اما رامون به خاطری که پارسال هم تو همون مسابقه قهرمان شده بود یه کوچولو شل بود. کرده بود آره شل کرده بود که نشد دیگه اما المپیا خوب میهن. اولمپیا خیلی خوب میاد حالا خیلی, خوب. خیلی, از بحثمون دور شدیم ولی بذار اینو تمومش کنیم تاپ فایو اولمپیا تو به من میدی توی کلاسیک فیزیک تاپ 5 بذار بهت بگم بام. که راک دیزل شرکت نمی کنه سیبام هست اوکی که هیچی به ترتیب آره. حالا که اینجوری میخوای بگی آره نفر دومم که رامون نفر سومم هم هم پسر آلمانیه ارسکالسنسکی آره سیکسی اون نفر سومه نفر چهارم من میگم بر... چیز رژیما دیدی حافظه واسه آدم نمیزن ما بیریانو اه... داریم بتونه باشه دوبار قهرمان کلاسیک شده بیریانه هست. آره آنسلی چهارم پنجم نفر پنج شاگرد چیزه نیلهی کجاییه؟ 2025 پنجم شد. 2025 پنج سال دیگه است. چیز 2022 پنجم شد. اوکی. او میدونم کیو داری میگی پسر آلمانیه. مارک آلمان. مارک سامرفیلد. آفرین. هولی شیت اونم خیلی ببین تو خیلی بدن یعنی شما و مارک سامرفیلد خیلی بدنتون به هم نزدیکی به نظر من. شبیه هم... من آره فکر میکردم که اگه امسال شرکت کنی در واقع رقابتت با اونه. اونو باید شکست بدی و توی پنج نفر بیای وایسی. من همچین فکر در مورد شما میکرد پس تو وسی رو جده نفر نمیبینی نه 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 فکر کنم همون امسال شیشون بشه ما اینم بگیم ما وعید بادپی رو داریم برادر عزیزم که اینجام جا داره ازش بهش خسته نباشید بگم چون میدونم الان شرطش واقعا سخت یه مسابقه سنگین داره که بزرگترین رویداد بدنسازی دنیاست و از اینجا آرزوی موفقیت باستش میکنم که بهترین مدال بگیره ما بعیدم نباید دست کم بگیریم بعیدم واقعا زیبایی داره جزئیاتش خیلی خوبه اما باید بره بدنش کنار بدنا دوباره قرار بگیره چون پارسال نهم شد ات... میتونیم بعیدم تو پنج نفر ببینیم که چی بعید نیست المپیاس آره وعید از نظر کاندیشنینگ همیشه ثبات داره متوجه ای؟ یعنی میاد آره. با کاندیشن این کاره رو جمع میکنه انقدری که بدن وحید کامله فکر کنم بدن بیریان که یکی از قدیمی ترین کامل نیست از ذره بخوای آره. میارای بدنسازی بگی و کامل بودن بدن وحید کامله ولی آیا ساختار هم داره به نظرت تو توی تاپ 5 بتونه وایسه؟ این آره ساختار کلاسیک فیزیکی داره کلاسیکی داره آره یا... وحید جزیاتش ببین الان جزیات کلاسیک کارا رو کم نمیبینن داورا آره. آره من میگم آره. که با آره. کاندیشنینگ میاد تو میبره مسابقه ها رو آفرین آره و این خوبه و امیدوارم امسال توی تاپ 5 بیاد حتما ان شاء همه منتظریم که ببینیم که المپیا چی میشه نه روز دیگه مونده تا المپیا آره حسابی امسال فان داشته لاین اپ المپیای امسال از هر سال داره سختتر میشه یعنی هر سال داره سختتر میشه ولی امسال از سالهای پیش سختره میتونم بگم که توی سالهای گذشته هیچ وقت همچین لاین اپی نداشتیم توی کلاسیک فیزیک 60 تا شرکت کننده است فقط داداش آره دقیق سال 2022 هم ما 62 نفر شرکت کننده داشتیم توی کلاسیک فیزیک آره اون سال شما هشتم شدی فکر کنم اگه اشتباه نکنم نه من 15 شدم 15 شدی آره. من تو تاپ تابت... تاپ نیومدم آره ولی بدنت خیلی خوب بود خیلی خوب بودم اما به چشم داورم دیده نشدی آره نظر من انقدر شلوغ بود دیده نشدی اگه دیده نشدی تو تو تاپتن هستی انقدر یعنی داری میارای تاپتن تابتن رو قشن تو دست تو با چیز با هم بودیم با راموندینو باهم بودیم هم. آره. با. که من فیلمش هم دارم اونجا باز رامون رقابت کردم خیلی هم بدنمون نزدیک هم بود ولی نمیدونم چجوری شد من تو تابتن من بهت قول میدم دیده نشدی اونجا و اگه سال پیش اومده بودی قطعا بهتر میشد رتبه آه. و امسال توی تاپ بودی امسال توی تاپ بودی تو بهت بگم من امسال یکی از مسابقات پروی که تیزدم زدم دبی پروه یه مسابقه‌ای که خودت میدونید اون لولش از آرنو کلاسیکو مثل اولمپیا چیزی کم نداره کم نداره یه مسابقه باده. پرو وای حالا اونو دقیق نمیدونم چون اونو میگم با علی آقا امانگیاشو انجام بدیم و بدن رو به اون آمادگی برسه اما دوبی پرو رو صد درصد با میسم دوبی پرو رو میتونی قهرمان چی و اگرم بدونی جایزه دوبی پرو از اولمپیان بیشتره جایزه کلاسیک فیزیکش و آه. اونجا خیلی جای خوبیه که میتونی خودتو محک بزنی دقیقا. بیا یه سوال ازت بکنم در مورد ویزا داداش همه الان در سرشون ویزاه تو گفتی بار اول رفتی سفارت شد و تموم شد و رفت داستان چیه چجوری کسی بود کمکت کرد یا که چی شد که تونستی ویزا رو اینقدر راحت بگیری تنها کسی که کمکم کرد تو گرفتن ویزا استاد بعید اکبرزاده بود و علی آقا رسا من دیگه که اونم در حد مشاوره بودن چون سفارت امریکا همه در جریانیم کل سفارت ها کسی نمیتونه کمکت کنه اونم تو سفارت امریکا بگه مثلا من میتونم یه زدابند با انجام بدم و ویزا تو بگیرم حالا شاید کشورهای دیگه که یا اروپایی نباشه یا آمریکا نباشه بتونن راحت اینجور ویزای واسط بگیرن اما همه هم میدونیم کشورهای اروپایی و امریکا واسه ایرانیا ویزا گرفتنش خیلی سخته اما میگم لطف خدا بود من تمام مدارکی رو که وکیلی که باشه مشورت میکردم کارامو انجام میداد و علی آقا رسا مدارکی که گفتن همه رو من تنظیم کردم همه رو یکی کردم و به سفارت رفتیم و خدا رو شکر مدار رو دادیم هر سوالی داشتن ما جواب دادیم همون روزم هم من دوستم جعفر غفانجاد با من بود و چند تا ایرانی دیگه هم بودن اونم نتونستم نتونستن بگیرن الانم چند، چندین سال جعفر داره پشت ویزای امریکا میمونه به روز تابانی به همین شکل امسال که متی جابری اونم از دوستان و برادران نزدیکم اونم باز پشت صد ویزامون و امیدوارم که اینو از سم... از ته قلبم میگم امیدوارم که همچین مشکلی واسه بچه های پرو دیگه واقعا بلند شه و بچه ها خیلی راحت برن مثل اولمپیا و مسابقه بدن آره واقعا خیلی حیفه مثلا میدی جاوری دادش ته پتانسیل دیگه مثل خودته ولی جوانتر به نظر من مهدی جابری توی 212 پوند میتونه برای سال اول جزو پنج نفر باشه مدی جابری جا برای پیشرفت داره میتونه جل. یه روز حالا نمیگم امسال سال دیگه یا سال بعدترش میتونه اون اه... عنوان 212 پونیو به اسم خودش ثبت کنه توی المپیا مدی جابری داره این پتانسیل رو کشش رو جعفر قربان‌نژاد هم که جنگ... اه... دیگه چیز دیگه اوجی قدیمی‌ترین است جعفر من خیلی دوست جعفر رو ببینم بیاد اه... توی 212 پونیو یه بدن واقعا همیشه آماده است همیشه آماده رقابت من خودم بدنشو کلاس بدنشو دوست دارم آره خیلی خوشگله بخوای نسبت آره. به سنش بگی بدنه میخوره 25 30 سال باشه اصلا بدن بد... فر جوون از گرفتیم جفتمون با هم مجوز گرفتیم جعفر 212 من فیزیک کلاسی آره داداش ان که سال دیگه همین اتفاق بیفته سال دیگه مشکلی نباشه همه ایرانیا اون هم بکسج المپیا یه دونه کمپ برای خودمون درست کنیم خیلی قوی بچه های پرو ایران همه اعزام به امریکا و لاسگاس و مسابقه مثل اولمپیا دادش باید ما روی این برزیلیا رو کم کنیم میدونی حیفه واقعا حیفه من حس میکنم شما خود برزیل بودیم میدونی چه خبره من خودم کلی شاگر برزیلی هستم. شمال کشور مثل شمال کشور که علاقه شدیدی به کشتی دارن علاقه شدیدی به بدنسازی دارن آره. و واقعا ورزشکاراشون رو تشویق میکنن و این واقعا ژنتیکاشون خوبه ها ژنتیکاشون خوبه ها. دستشون تو دراگ بازه دارو قشنگ میزنن مرتب مثل امریکا نیست نتونی دارو بگیری اونجا میری تو داروخونه دارو, دارو میگیری و بدنسازی براشون یه قطبه و آدمای برزیلی شما رفتی اونجا آدمای هاتی هستن خیلی هاتن یعنی منظورم اینه که بگو دیگه هاتن دیگه اینو به فارسی نمیدونم چی بگم خیلی دوست دارن لخت باشن خیلی دوست دارن بدن خیلی خوشگلی داشته باشن خیلی دوست دارن بدنشون رو نشون بدن میری کنار هیچ ترشون نیست دارن. خیلی علاقه دارن آره به بدنشون خیلی میرسن و علاقه دارن و در به کارهای زیبایی برندای مکملی تو کشور برزیله آره. این یه چی امتیاز یه برد هست آره و برزیل داره میشه قطب این بدنسازی و چه واقعا حیف که ما توی ایران آرنو نداریم چه واقعا حیف که ما توی ایران مصر المپیای ایران نداریم چه واقعا حیف که ما مسابقه حرفه‌ای نداریم امیدوارم که هر چه سریعتر مسائل درست شه, شه. که به نام مرد شماره که بدن سازی المپیا هادی چوپان داشته باشیم گیم <laughs> چنجر دادش بازی رو عوض کرده آدم اومده اونجا بازی رو کلا عوض کرده براتون گفته که آره همه بازی رو عوض کرد و اون, کرد. اون کسی که اولمپیا بدونه چه ج... کجاست و اومده باشه از نزدیک دیده باشه مثل المپیا رو میدونن که هادی چوپان چه کار بزرگی انجام داد آره. میدونن ایران چه جایگاهی داره تو مثل اولمپیا دقیقا اسطوره از هادی ما یه مستند ما به مناسبت 60 سالگرد من سالیان یعنی مصر المپیا که امسال کلی برنامه مختلف درست کردیم یکیش تاریخچه مستر المپیا بود اومد بیرون مصاحبه داور مصر المپیا بود رفتم حسابی وایس دادم صحبت کردم چیه چرا بدنسازهای ایرانی نمیان چرا اینا رو اینجوری رای میدی مشکل مثلا هادی چیه مشکل درک چیه حسابی نشستم باهاش صحبت کردم و حرفاشو کشیدم اون خیلی پادکست خوب و پر محتوایی شد بعد یه دونه دیگه که داریم زندگی نامه هادیه که الان زیر ادیت تا فردا پس فردا فکر کنم منتشر شه اونم خیلی خفنه که ببینی این پسر از کجا اومده به کجا رسیده اصلا دادش غیر ممکن ممکن کرده شما مثلا اینو بگی که سنگ و زوب کن دقیقا ببین من حالا خودم و با هادی اصلا هیچ هیچ کسی نمیتونه خودش رو با هادی مقایسه کنه اما اه... اون کسایی که حالا این برنامه رو میبینن این یعنی حرفای منو میشنون میدونن من چی میگم ببینه شرایط های زندگی من و هادی چوپان تو یه جاده بودیم یعنی زمانی که من صحبت مثل اولمپیا اینا رو میکردم اون زمان با آقا الله رو شاد کار میکردم بعد مثلا میگفتم میگفتم من یه روز اولمپیا میرم همه به میخندیدن بعد مثلا ما شهرستانم بودیم مثلا همچین چیزی تو مغز اصلا جواب نمیداد ولی انقدر تلاش کردم انقدر پشت کار انقدر میگم اون کسایی که افرادی که نزدیکم هم میدونن من چی میگم آره که تونستم به المپیا برسم و الانم هم توی همین برنامه تو همین ساعت هم میگم که این قول میدم به طرفدارام که تو تاپ اولمپیا به زودی میرم تو تاپ نمیگم طلای مثل المپیا رو میگیرم چون همه همون میدونیم طلای مثل اولمپیا گردن کسی میره که کلا المپیا باشه و آقای المپیا هم ریاقت هر کسی نیست چون ما مثلا خیلی بزرگ داشتیم مثل کایگیرین اما نتونست آقای المپیا باشه چون چارچوب المپیا رو نداشت اما این قول رو بهشون میدم که تو تابتری المپیا به زودی میرم و اون چیزی که میخوام بهش میرسم ببین شک به ندارم هیچ مطمئنم هستم مرسی پاز ببین داشتی در مورد اولمپیا میگفتی که تاپ تریو میاری من که کامل ازت مطمئنم حالا بگذریم اینا که حرف آینده است بیا حرف گذشته رو یکم بزنیم بهترین خاطرات از اولمپیای 22 چی بود اولین حضورت بهترین خاطرم اینه که چه اه... جوری بگم م... بهترین خاطرم این بود که فکر کنم هیوده همین نفری بود که آره هادی چوپان قهرمان مثل المپیا شد اون بهترین خاطرم بود فیلمشم هم ویدیوش دارم استاد وعید اکبرزادم کنارم بود که تو لایو بود من انقدر داد زدم انقدر گریه کردم انگار خودم آقای المپیا شده بودم خیلی خاطره خیلی شیری باسم خیلی خوب بود آره خیلی قشنگ بود فکر کن اون لحظه من داشتم لایو میرفتم فکر کنم صد هزار تا هم تو لایو من بودن داشتم گزارش میکردم اولین بار بود اومدم المپیا رو گزارش کنم حادی هم قهرمان شد سو so, خیلی اصلا لحظه واقعا میخواستم عشق بریزم انقدر هیجان زده بودم بالا پایین میپریدم پشت, وی... پشت دوربین اینجا و به من بگو که حست وقتی وارد اون ونیو شدی دیدی مثلا ونیوی المپیا چجوری سالن برگزاری المپیا رو دیدی اون اباحت و عظمت رو دیدی اون عکسای بزرگ دیدی چه حسی داشتی بهش رسیدی ببینه واقعا اینو هم بگم مسابقه مصر المپیا سن مصر المپیا و مصر المپیا آدمای تماشاچی مصر المپیا واقعا یه مسابقه یعنی کاری کردن که یه مسابقه دیگه شه با یه سطح و لول خیلی بالا واقعا کله رو میچرخوندی یا قهرمان یا نایب قهرمان <تصفيق> <تصفيق> یعنی اصلا یه جو خیلی خاص آدمای بزرگ کسایی که من خودم به جرأت میگم من عکسای کارتیشون رو میگرفتم نگاه میکردم مثل شانری مثل دوریانیت مثل فلکس لوئیز مثل فلکس فیلر مثل رولی کولمن مثل جی کاتلر اصلا باید میگم اصلا یه چیز خیلی عجیبه مثل اولمپیا واقعا بهش میاد که جایگاه بزرگانه اسمش چی مستر اولمپیا آقای اولمپیا آقای اولمپیا آره خیلی خفنه و من اونجا رفتم زیاد رفتم و واقعا هر سری میرم جوش میگیرد مثلا وای میستم مثل یه بچه که رفته تو شهر بازی انقدر هیجان زده میشم من میبینم اینا رو با اینکه اکثرشون رو هم دیدم ملاقات داشتم باشون ولی اونجا میرم یه چیز دیگه است و اینکه بیا یه بزنیم به گذشته شما از کی بدنسازی رو شروع کردی علی جان و چی شد که اصلا بدنسازی شروع کردی ببینید من ورزش اصلیم یعنی ورزش خونوادگیمو کشتی, کشتی کلن تو خانوادمون بود به خاطر که برادره بزرگترم اونا کلن رشته کشتی رو انتخاب کرده بودن و یه جورایی تو خانوادمون بود و اینکه من بعد از یه اتفاق این انگ... شست دست چپم شکست بکنم تو ویدیو هم مشخص باشه بعد من به خاطری که یه مقدار استخون قضوپای شست خوش نشه دکترم بهم گفت ورزش بدنسازی سازی هفته چند جلسه میتونی بری من سنم خیلی پایین اون موقع هم شهرستان بودم بعد شروع کردم و یه دوره خیلی کوچیک اون مدیریت باشگاه یکی از دوستان برادرم بود بعد یه دوره به ما داد و ما خیلی خوب جواب گرفتیم و من خودم هم علاقه پیدا کردم و که بعدش به تهران اومدیم و من زیر نظر حسین سلیمیان وزن 90 کیلو موقع برونز مد... کشوری رو داشت من استارت بدنسازیمو رو زدم و بعد از اونم به بیت بیتولا آشنا شدم و بعد زیر نظرش تمرین کردم و دیگه یواش یواش به صورت حرفه شروع کردم چند سال دود دادشم وقتی اون من نوزده با. سالی که عضو تیم ملی پرورشندام ایران شدم نوزده سالم بود بوز تیم ملی ترش. توی جوانان دقیقا حادیم هم همین سنیو داشته توی این زندگی نامش میگم 15 سالگی وارد باشگاه شده 19 سالگی عضو تیم ملی شده شما چند سالگی آه. وارد باشگاه شدی من فکر کنم دو سال سه سال قبلش 17 سالگی آره 16 17 سالگی وارد بدنسازی شدم اما کشتی که از بچگی کشتی میگه یعنی فونداسیون رو ساخته بودی بیس کار رو ساخته بودی آسیب دیدی اومدی بدنسازی دیدی چه جوابی داره میده دیگه معتاد شدیش آره دقیقا خب 19 سالگی با بیتولای خدابی بیامورس کار میکردی گفتی آره واسه تیم آره من 19 سالگی عضو تیم ملی اندام شدم اعزام به بازیای آسیایی سریلانکا که اون موقع دکتر باغرزاده بود عباس عاقلی بود اینا بزرگسالان بودن من و مزار تابانی هم جوانان تیم ملی بودیم که باز اونجا هم به خاطر یه دلایلی من خط خوردم و تیم ملی اعزام شد و حالا دیگه بدون همیشه هست آره. بعد شما تنها پیش بری بری حرفه ایشی دقیقا که بعد دوباره سال بعد شرکت کردم 90 کیلو بزرگ سالان که سوم شدم سال بعدش سر وزن نرسیدم آره سال سوم کشوری من طلا گرفتم تو مسابقات انتخابی تیم ملی رشت که عضو تیم ملی شدم و اعزام به مسابقات آسیایی بول... چیز مغولستان که طلا گرفتم 22 سالت بود آره 22 سالم بود توی وزن 90 90 کیلو آره قد چند علی من 182 اوف داداش چه چگالی بالا گذاشته بودی با 90 تا ولی بعدی... با... کسی که قهرمان میشه کاندیشنینگ هم باید خیلی خوب باشه میتونم تصور کنم چه بدنی بود خب بعدش بعد دیگه سال بعدم که انتخابی جوانی میخواستم بمونم اما با پیشنهاد چند تا از دوستان مسابقات ام پی سی رو انتخاب کردم و با برادر عزیزم آقای رضا لک ما اعزام شدیم به مسابقات ام پی سی هند سن 20... اونجا 24 سالم بود آره 24 سالم بود با استاد بعید اکبرزاده هم کار میکردم من وزن 95 کیلو بودم که گذاشتم 100 کیلو طلا گرفتم و اونجا کارترفی گرفتم اوورال جهان شدم 95 بودی 100 وایسادی اوورال جوان شدی آره طلا گرفتم و اوورالم شدم دمت کن خیلی خفنه <applause> بعد اوورال شدی کارترفی گرفتی یکی اون موقع کارتر آره نمی‌دادند تو... من کار توش مسابقات شورکلاسیک تو مسابقات شرکلاسی که اونجا کارترفای گرفتم و فکر کنم آره سال بعد ما با کرونا مواجه شدیم و یه دو سه سالی درگیر همه کل دنیا با کرونا مواجه شدن که بعد از اون با حلیه رسا همون شدیم و استارت مسابقه رو زدیم و اولین مسابقه پرم تو کشور برزیل من مجوز المپیا رو گرفتم این دادش نشون میده که چه پتانسیل پو... قوی داشتی علی متولد چه سالی هستی من 29 5 71 داداش همه جا نوشته پتانسیل <تصفح> همه جا نوشته پتانسیل من حالا نمیدونم چرا این تایم آف کردی توی یکی دو سال گذشته مسابقه ندادی ولی مطمئنم سال 2025 کراشش میکنی خوردش میکنی دلیلش هم همینجا این بود که من میگم یک کوچولو مشغله داشتم و اینکه روی یه ضعفای خیلی جزئی داشتم رو اونا کار کردم و انشالله به زودی هم آبیت رو میذارم و همه تغییرات هم رو میبینن چون خیلی این فکر کنم نزدیک یک سالی میشه من رو زعف هم دارم کار میکنم رو زعف بله. بدنم تو بکم یه چیزی که من دیدم شما آپدیت نمیذاری اصلا خیلی وقت آپدیت نذاشتی و... من کلن میگم کلن هم آروم هم هم خیلی بیهاشت. دنبال حالیه چ... آره چرا خاموش بیشتر آره ولی دادش آپدیت ها رو ما باید ببینیم از شما مخصوصا اینکه نزدیک مسابقه ای خیلی خوشحال میشم آپدیت ها تو ببینم بتونیم توی جامعه بین این آپدیت ها رو کاور کنیم چون که بدن سازی حرفه ای دادش میدیا خیلی مهمه اولین آپدیت که بذاریم یه پست مشترک با هم میذاریمش حتما داداشم حتما داداشم خیلی خوشحال میشم ببین بدنسازی حرفه ای یه مسئله رو من اینجا باز کنم خیلی فرق میکنه با کاری که بچه های ایران میکنن اگه بدنسازی حرفه ای شما بخوای ببینید توی تاپ تیر دارم میگم توی اون رده های بالا تیر یک ببین همهشون فقط دارن بدنسازی میکنن ویدیو میگیرن کانتنت فور میکنن برای یوتیوب این ویدیوهایی که مثلا میاد تو اینستاگرام استوری میکنه و استوری میذاره اینا کارهای یه جور امچره ولی همه این ویدیوها رفته سمت یوتیوب و توی یوتیوبه که تو شناخته میشی توی دنیا متوجه ای با اون پست آره. که شناخته میشی و علی تو به نظر من دادش تو گفتی تاپ 3 ولی با اون استراکچری که من بار اول حتی دیدم روی المپیا دادش به نظر من تو میتونی برای تایتلم ران کنی اگه یه روز سیبام نباشه که به نظر من دیگه نیست اینا دنبال استاندارد میگردن تو بدن چرا آه. به سیبام نزدیکه خود چی فکر میکنی ببین نزدیکی که من واقعیت رو میگم میگم هیچ بدنی نزدیک بامست یا همون سیبام اصلا بعید میدونم باشه چون میگم میار اصلی فیزیک کلاسیک اونه دیگه آره. ام... این هم بهتون بگم چرا اگه در نبوده در نبود سیبام من این قول به همه میدم اینجا گرفتن راموندینو واسم اصلا کار سختی نیست اینو میخواستم بهش برسم میخواستم به این برسم دقیقا سیبام برای همیشه نیست متوجه درست میگن استاندارد تمام ولی به نظر تو کی نزدیک به سیبام بر سیبام تو خودت به نظر من سایزی آوردی حتی میتونم بگم پاهات یکم از سیبام پرتره من دقیقا. سیبام دیدم. سیبام روی اولمپیا اولمپیا ها خارج دقیقا. اولمپیا یه بدنسازی خوشتی به بدن خیلی آفتا. داره ولی دقیقا. اولمپیا اولمپیا است حتی روز وزکشی اون کنفرانس ها سیبام یه سیبام خیلی معمولیه خیلی معمولیه <تصفح> <تصفح> یه چیز یه چیز خاص میان مهم اون تایمیه که رون سیجی با اون دقیقا. که ران میکنی مهم اینه که صد درصد تو به پیک برسونی برای یه ساعت و به نظر من علی تو از نظر استراکچر خیلی بهترم میتونی باشی سیبام ضعفای زیادی داشته از اول داشته و با همه این ضعفاش میواد و قهرمان میشده همه میدونن اون سال سیبام بازو نداشته اون سال سیبام بک نداشته ولی قهرمان المپیاد همین از اول هم تا الان هم هنوزم هم دست نداره منم هم همینو دارم میگم داداش یه بدن آه. بیاد با اون استراکچر با اون ساختار بدون ضعف صد درصد مونه پشت سیبا من واقعا هممون میدونیم جزئیات نداره رمان پشتش رو گرفت متوجه آره. رومون... پشت واقعا گرفتش راموندینو آره. آره. بزرگترین ایراد راموندینو اینه که وکیوم استاندارد کلاسیک فیزیکو نداره ببین بدنش خیلی خوشیله ها ولی از نظر ساختار ضعفاش مشخص میشه کنار سیبان وای میسه دقیقا ولی از نظر کامل بودن و از نظر کیفیت ازوله دادش به نظر من روی اون استیج اول رامونه بعدش بریان انسلیه. از نظر کیفیت و آره سنشم با... سنش دو بالاست اما بدن واقعا خوب میاد کامل میاد آنسلی آخرین سال شرکتشه توی کلاسیک فیزیک البته قبلا هم این حرف رو زده ولی فکر کنم امسال واقعا آخریشه بچه همین الیه من زیاد میبینمش توی شهر توی باشگاهی که میرم هستش و ببین بریانو دیدی دیگه یه کوچولویی بدنش خیلی خوشگله ولی که اومده گفته که من امسال میام عنوانم رو پس میگیرم از سیبام و اینو چی میبیی؟ نه خبری نیست؟ نه نه خیلی 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 خوب بیاد امسال تو جایگاه چهارم وای میسه اونم در نبود رافتیزر آره ولی من فکر میکنم امسال مایک سامرفیلد همونجور که اولین این پادکست اشاره کردیم یه سپرایز بزرگ مایک سامرفیلد مایک سامرفیلد خیلی خوب شده آره آلمانیه که گفتی با آره. میکنه. آره اون خیلی خوبه اما همه هم, هم میدونیم اون چند روز آخر به مسابقه واقعا خیلی مهمه که بتونیم کنترل کنی و ریزش عضله نداشته باشی و اون چگالی که تو رژیم داریم و بتونیم بالا روسن نشون بدیم به همه دقیقا حتی بیشتر شو... اون روزای آخر خراب میشه بدنش حالا نمیدونم یا ایراد از مربیشه یا خود بدنش ازن کلا اینجوری آره خیلی فاکتورهای مختلف میتونه باشه برای این ولی همون استرس هم استرس اولمپیا میتونه بدن تو خراب کنه بدن تو کورتیزول بذاره بالا کورتیزول ترشح کنه آب میندازه اصلا انگار نه انگار شما چقدر کاردیو کردی برای چند ماه چه دایتای گرفتی آب میفته تو پوست با هیچ دایرتیکی هم خارج نمیشه به این راحتی ها. حالا بذار اینو بگیم الان مربیت کی داری آماده میشی الان در حال میگم من با هیچ مربی کار نمی کنم. اما همچنان استاد اکبرزاده کنارم هستن به عنوان استادم به عنوان برادر بزرگم چون زمان آماتوری و همیشه لطف هم اما فعلا در حال حاضر میگم صحبت های اولیارم با فرانسیسو کردم و اینکه فکر کنم از هفته آینده باش استارت میزنم ایشالله داشتم ایشالله و هنوز مصر نیستی صد درصد مسابقه تو به ما بگی که یه باید با فرانسیسکو چکش کنی ببینی چه خبره اولی که با فرانسیسکو باید چک کنیم که بدنم نزدیک میگم به اون آمادگی برسه چون میدونی که مربی های خارجی تا به اون پیک آمادگی نرسی به هیچ ما نمیذارن مسابقه بدی و این که میگم علی قارس هم یه کوچولو سرش الان در حال شروع چون ماسل رو دوبه رو داریم و اینا هم نماینده بلک اسکول تو امارات هستن و بعد از ماسل شو که بیاد به امید خدا مسابقه همونم انتخاب میکنیم و که بعد بمون ایشالا علی جان ببین واقعا میخوام ببینم سال دیگه که تک تک مسابقه ها رو دادش میذاری توی جیبت و جز اوورالی من چیزی تو شما نمیبینم اوورال که ندارد هرفهی جز قهرمانی بیا در مورد اوپن اولمپیا صحبت کنیم امسال ما اونجا هادی داریم که داره پرچم داری میکنه اصلا همه دو دولیم... با... هادی اه... چوپان پرچم داری میکنه توی رشته اوپن اما امسال هادی اه... چوپان یعنی پارسال و امسال کلا یه ورژن جدیدی به بیلدینگ به اوپن اضافه کرد واقعا اصلا کلا معیار اوپن رو عوض کرد به نظرم هادی چوپان مسابقه آرنولد کلاسیکو که وایساد هیچ کس تو مخیلش نمیگنجید این بیاد این کارا رو بکنه دقیقا مهمترین گذینش هم کمر و وکیوم و آره. کات و ی... اینا یکیش اون بود یکیش اجرا بود خیلی بهش انتقاد شد داورا بهش انتقاد کردن المپیای سال پیش اومد فقط فیگورا رو میزد هیچ نمایش خاصی نداشت هیچ اجرای خاصی نداشت به عنوان مستر المپیا اومد گفت که اوکی من مستر المپیا هستم، فیگورامو میزنم میرم دریک لانسفورد اومد صحنه گردانی کرد میدونی دلبری کرد وقت گذاشته بود فیگورها رو زد و هادی دید از کجا این وارد شده بدنی که در حد هادی نیست چجور برده مسابقه رو آرنولد کلاسیک که اومد اصلا ریخت به هم همه رو آرنولد اونجا دیوونه شده بود رونی کولمر اونجا وایستاده بود همه محو این بدنساز شدن و ده ده. واقعا باعث افتخار یه ایرانه امیدوارم که امسال هادی صدشو بیاره و صد هادیو به نظر من صد و بیست بقیه نمیتونه بگیر متوجه بقیه دوستان بالاترشون رو بزنن نمیتونن به صد هادی برسن ده ده. آره حادی هم ایشالا باشه یه دونه مصاحبه میگیرم و در مورد همه مسائل یکی دو سال گذشته صحبت میکنیم ولی حالا به نظرت امسال اولمپیا تا فایویت کیا هستن دسته اوپن اوپن ایشالا عادی چوپان اوله درک دومه سامسون سومه نفر چهارم نفر چهارم میشه به نظرم پسر سیاه قد بلنده اندرو جک آره اون چهارم میشه خب و عنوان پنجمی هم میرسه به نیک واکر نیک واکر نیک واکر چرا انقدر حالا چرا انقدر که نه این دیگه در واقع نظر شماست به نظرت اگه نیک واکر اینجوری بگم این سوالمو به نظرت اگه نیک سال گذشته المپیا رو شرکت میکرد چی میشد یا نیکواکر نیک واکر قبل المپیا چه شکلی بود یه هفته قبل المپیا آره. آره به نظرت اگه نیک شرکت می... میکرد چی میشه؟ نیک واکر به خاطر واریس پای که داره به چشم داورا خیلی میاد و اینکه هممون میدونیم خیلی لگن و کمر خیلی پنی داره اما اون آندره واقعا امسال یه چگالی و کات واقعا فوق العاده آورده دقیقا من احتمالش هم میگم می شاید احتمال داره سوم هم بشه کی آندری جک اندرو جک به یه داستان در مورد نیک واکر خب اون وایس پاشو بزو بهت بگم که مسئله این نیست تو دید داورا خیلی از بدن سازا بودن که حتی سینش از اینجا تا اینجا واریس بوده بازم اون به حساب نمیاد اگه بخوام فیگور به فیگور بگیریم به نظر من اگه نیک واکر سال گذشته شرکت میکرد بازی اصلا عوض میشد به نفع هادی عوض میشد نیک واکر درک لانسفورد هادی خیلی بدنشون از نظر قد شبیه همه ولی اگه بخوای از نظر پختگی حساب کنی و به نظر من نیک میتونست درک رو بگیره نیک میتونست تو خیلی از فیگورا دست درک رو رو کنه و بعد میومد توی اون پرانتز که مقایسهش کنن با دره با هادی و درک اوکی فیگور جوفازو از پشت به نظر من میگرفت از درک و نشون میداد که درک انقدام حالا خفن نیست وقتی گشتن به جلو به نظر من توی فیگور جم مسماسکولر درک رو میگرفت فیگور جوفازو از روبرو درک رو نمیتونست بگیره ولی فیگور سایدا رو هم از درک میگرفت اینجوری به نظر من هادی مشخص میشد چه خبر از نظر پختگی مشخص میشد که هادی از همه پخته تره از نظر فیلم آن... من اینو به جرئت میگم من بدنا همهشون از نزدیک دیدم تو بک استیج المپیا بدن هادی رو میدیدم اصلا میگم اونا چگالی و لول بدنشون یک بود هادی ده آره واقعا اینو جدی میگم آره داشتم بهت میگفتم اگه فیگور به فیگور بخوایم حساب کنیم به نظر من تو خیلی از فیگورا نیک واکر میتونه دست درک رو رو کنه تو مخصوصا فیگور آره میتونه نشون بده که تو اصلا کاندیشن نداری تو اصلا صفر نیست بدنت نه هم از بک خوبه نیک واکر به خوبه. نظر من, یه من دارد بک دارد. نیک واکر از چگالیش اون چگالیش از مال درک بیشتره و خوشگلتر و پرتر فقط بک دابل <applause> بایسپسش جان میگم از نیک از درک یه مقدار کلوفتر هم هست پخته تر دقیقا پخته و من فکر میکنم اگه شرکت میکرد می داستان عوض میشد صد در صد و درک اینقدر خوب آه. دیده آره. نمیشد بعد ببینیم بدن ها باید کنار بدن قرار بگیره آه. چون هم. مسابقه بدنای حرفه ای خیلی فرق کنه اصلا یه یه چیز دیگه هم با بدنای آماتوریا ولی به نظر من باز اگه شرکت میکرد نیک فاکر سال پیش کلا داستان عوض میشد همچین دریک رانسفوردی شما نمیدیدی متوجه ای؟ چون که ببین آره. کسی نبود بخوان باش مقایسه کنن با هادی مقایسهش می میکردن دریک لانسور به اون صورت به دقیقا. من خودم حالا ببینیم امسال چی میشه آقا امسال که واقعا من خیلی موندم ببینم چی میشه یه گرگم که ما داریم که از همه چه جنگجوتر داره میاد و زخمش بهش میدونی زخم بهش اومده حسابی اونجا وایس زوزه بکشه براشون دقیقا آره پس دقیقا. در در مورد اندرو جک چیه فکر کردم یکم سو و سمت داری به اندرو جک تو بدنشو دوست داری خواستم نظرتو بدونم جان واقعا من از توی باشگاه بینوس دوبهی هم بدنش رو نزدیک دیدم واقعا یه هیولا بیک واقعا بزرگه <تصفح> خیلی بزرگ با <بزرگه> <تصفح> آره. من بدن واقعا دوست دارم خیلی دوست دارم بدنش رو مونالیزای بدنسازی دیگه آره کمر آره باری شما خودت قدرت بلنده میدونی اگه بخوای تو اوپن شرکت کنی سخت میشه این بدن رو پر کرد خیلی سخت میشه این بدن رو پر کرد و <تص> بدنش یه کوچولو شباهت هم با شان رودن داره آره آره مثلا شکمشه داری میگی آره فکر کنم قاب شکمی خوشگل واقعا با شان رودن یه جورایی مثل شبیه همه خیلی ها معتقدن که اگه مثلا اندرو 100 درصدش رو بیاره روی استیج میتونه قهرمان المپیاش امسال چی فکر می‌کنی نه خیلی بزرگی با... این همه. آره با بدنهایی که ما هممونم میدونیم یه فردی مثل هادی چوپان یا درک یا میشواشر اما میتونه جایگاشو امسال بهتر کنه ببین اندرو جیک توی یک سال گذشته ده کیلو گرم وزن گذاشته بالا و اندامش حتی کلاسیکی ترم شده به نظرت اگه اندرو جیک توی کلاسیک شرکت کنه چی میشه میاره که ببین بدنش میارش به کلاسیک اون کلاسیکی که به دید داور بیاد که همه ها می میدونیم خیلی حجیمه بله خیلی حجیمه آه. و مایچه هاش حسابی دنس شده میدونی چگالیش خیلی رفته بالا خیلی رفته بالا آره علی جان یه سوال دیگه هم ازت دارم دوست داری تا کجا این ورزش رو ادامه بدی تا چند سالگی یعنی برای خودت خط پایان گذاشتی یا که نه تا هر جا بکشیم من باید. واسه خودم گفتم تا زمانی که از عالم شادابی داشته باشه بتونم اون چیزی رو که معیار داور بتونم آماده کنم مسابقه میدم پس این چیزی که داری میگی در 15 سالگیه با این وضع ژنتیک و وضع پتانسیل و اینایی که داری میگی آره دقیقاً ایشالله دادش ایشالله ایشال شما پرچمت بالاست ما به افتخار کنیم تشریف بری آمریکا خودمون دورورت باشیم بیایم بریم اونجا جشن بگیریم با هم ایرانیا تیمشون اصلا میترکونه کنه تو چند سال آینده الان چند سال ما داریم میایم بالا متوجه ای چند سال هادی اول که خدا بیا مرز بیت الله اومد رو باز کرد هادی اومد رو هر آسفالتش کرد الان شما هم دیگه هستید همه دارن دیگه مثلا اونجا تابلوهای راهنمای رانندگی میزنن راهنمایی میکنن که از کدوم مسیر بری این مسیر به تش کجاست اون مسیر تش درست اون دفعه میری اونجا بس به درده میخوره ولی خیلی خوشحالم از این اتفاقایی که توی چند سال گذشته توی بدنسازی ایران رخ داده و مشخص شده واقعا یه ببین مخصوصا با این مسائلی که ایران هست من هیچ وقت وارد سیاست نمیشم و این بحثا رو نمیکنم دلخوشی و دلگرمی مردم این ورزش متوجه تیم فوتبال نبه. رو ببین تیمای دیگر رو ببین بدنسازی که حرفه ای رو پای خودش وایستاده رفته اون بالا ببین این چه غیرتیه ببین تعصب یه مملکت رو پشتش کشیده تو تعصب یه مردم رو میکشی ما الان میگم ما الان نفر اول بدنسازی دنیا یه ایرانیه عادیه چوپان خودش تنهایی اینم بگو فدراسیون واقعا تنهایی اما من الان خودم هم جز بدنسازهای حرفه ایرانم اما ما از هیئت بدنسازی کشورمون به هیچ عنوان حتی یه کوچیک حمایت هم نشدیم چیه بابا <تصفح> بعد این ملی هم هست آزاره. ملی شما یا اونا نمیدونم به من بگو ملی کیه اینجا <applause> ببین اول اینکه هممون هم واسه یه پرچم داریم میجنگیم اما خود بخوایم اه... چجوری بگم آخه الان هر چی بگی خیلی هم از برادر برادرای بزرگم هم آماتورن اما خداییش ببین الان کاری که بچهای هلفی دارن انجام میدن واقعا اسم ایرانو دارن یدک میکشن بله داداش چون هممون اصلا تمام ورزشکارهایی که مسابقه میدن میدونن آی بی بی دیگه واقعا جایگاهی نداره هیچ شیح. حتی واسه فدراسیون خود ایرانه ببین نداشته همش دوکون بوده یه جورایی میدونی از وقتی که امپیسی ب... و اینا جدا شد همش داستانه شما ببین کلن اگه من میخوام وارد این بحثم میتونم ساعت ها سرتو درد بیارم متوجه ای؟ دقیقی. همش داستانه شو... ورزش بدنسازی ورزش انفرادیه دادشم فوتبال که نیست بیاد تیم درست کنی تو هر دستم چند نفر رو بذاری برن با همدیگه رقابت کنن فلان چه بیسان چه برای چی بعدم بیاد ازشون پولم بگیری متوجه ای اگه ورزشکار ملیه باید رو سرت بذاریش اگه ورزشکار ملیه باید بهش خونه بدی باید بهش حقوق بدی باید بهش بیمه بدی باید حواست باشه سالم باشه ملی بودن ما حتی حق ورود به رستوران چیز هم نداشتیم اردو زمانی که تو اردو بودیم تو آکادمی بودیم ببین مسابقه المپیک اگه کسی دیدی نمیدونه اونایی... اونایی که اردو نشینن اونایی که این ویدیو و این پادکست رو میبینن هر... اونایی که اردو نشین بودن تو ورزش پررش اندام واقعا واقعا خیلی واسه شون. اون مدال گرون تموم شد یعنی یه مدال آسیای جهانی خیلی گرم واسه تموم میشه حالا دیگه خودشون میدونن من چی میگم داداش کلن نه از لحاظ مالی از م... لحاظ شخصیتی میگم مهم حرف زدن نیست مهم قدم برداشتنه میفهمی؟ مهم اینه که کی بکنه کی میخواد جیب اون یکی رو بزنه کی میخواد مردم رو سوژه کنه مثل دلغک حالا بزرگ کنه خیلی چیزا رو ولی همه میدونن عیار شما چیه عیار هادی چیه عیار حرفه ای ایران چیه یه تنه با این همه مسائلی که هست مسائل <تصفح> حتی تو واسه ویزات هم کمکت نمیکنه بگیم اینو ما تایید میکنیم ورزشکار ملی بوده بیا برو ویزاش بده متوجه ای هیچ کوچکترین سپورتی نیست این سر نارد کننده است ولی این نشون میده تو کی هستی تو اون کشور نشون میده ملی کیه نشون میده کی واقعا میراث اون کشوره میراث اون کشور شما هایید نه اون رئیسایی که حتی شورت ورزشی هم تا حالا ندیده فاجعه است بیا وارد میگم شد. چون من خودم هم دق... آره شخصیت هم دقیقاً عین خودته نه دنبال سیاست و این چیزا زیاد خودم رو درگیر اینجور چیزا نمیکنم میگم آدم خیلی آروم و سعی میکنم چرا خاموش رو انجام بدم مثلا. اصلش هم همینه داداش برای چی موفقی سر تو که خودت خودت, خودت کارتو درست انجام میدی دقیقا ببین من یه استوری از شما گذاشتم واسه کمتر از فکر کنم نیم ساعت پیش تا الان بذار ببینم سی و چهار هزار تا ویو گرفته و کلی کوشن کلی سوال پرسیدن ازت اگه اجازه بدید چند تا از سوال هوادارا رو ازت بپرسم بعد از پادکست ببین خیلی سوال و سوالای خوبش رو سعی میکنم سوا کنم زده که علی آقا برنامه در آینده داخل مثل اولمپیا چیه؟ اینو کامل پاسخ دادیم. حادی چند میشه؟ اینم پاسخ دادیم اوکی این به نظرم خوبه صبح که از خواب بیدار میشی چی کامی من صبح که از خواب خامیشم میشم قهوه میخورم و چند تا دونه از ویتامین و گرسه استفاده میکنم و کاردیومو میزنم اوکی پس و وعده غذایی میتونم بپرسم حالا من این ساله رو یکم بزرگترش میکنم و تخصصیش میکنم یه روز علی فولادوند چه جوریه صبح بیدار میشه چند دقیقه کاردیوی ناشتا داری من 40 تا 45 دقیقه کاردیو میزنم و بعدشم که وعده اولام صبحونهمو درست میکنم و هر سه ساعت هم یه وعده خیلی کوچولو استفاده میکنم پروتئین وعده... غذایی آره این وعده کوچولو تو میشه من بدونم چی هست و حجمش چی حالا مثلا اگه هر نوع پروتئینی میخوری من بگو چند گرمه و کربوهیدرات چند گرمه به هیچ عنوان پروتئین غذایی استفاده نمی کنم و کربویدات هم سعی می کنم 100 تا 150 گرم سیب زمینی اگه بخوام برنج استفاده کنم خام بین 60 تا 70, 70 گرم و 70 و آره بعد به من بگو که چند وعده تکرار میشه چند وعده غذایی داری در طول روز من یک روز من پنج وعده در روز فست. وعده غذایی و همش هم اینقدر کوچیکه همشون هم به همیشه کوچیک میکنم باورم نمیشد یعنی الان باورم نمیشه انقدر غذا فرق میکنه فکر میکردم شما خیلی پر یعنی باید بخوری آره نه من وعده غذایی به همین شکله و سعی میکنم یک روز در یعنی یک شب در میان یه شب کربو میخورم یه شب کربو نمیخورم وعده آخر تو منظورته یه شب ده. کربو میخورم یه جورایی داری کارب سایکلینگ میکنی به روش خودت خیلی ساده آره چی در روش ساده و به من بگو که توی همه وعده غذایی کربو تو داری نه من وعده میان وعده صبحم و وعده بعد از تمرینم بدون کربویدات وعده بعد تمرین چرا بدون کربوهیدرات چی میخوری من وعده بعد از تمرینم 200 200 گرم گوشت قرمز میخورم با 200 تا 250 گرم هم سبزیجات بخار پز میتونم بپرسم چرا به خاطر اینکه میگم بتونم اون عمق چربی سوزی و کات عضلانی رو بتونم به دست بیارم بعد حالا مثلا شما این وعده رو خوردی وعده بعدیش هم باز کربوهیدرات نداره نه دیگه. بعدش کرد بعد یه رو دو... دومی شو میخورم چی میخوری؟ سیم. من 150 گرم. بیله مو با 150 تا 200 گرم سیب زمینی آره فکر کردم این خیلی اینترستینگ بر من جذاب جالبه بعد تمرین کربیداد نداری و گوشت قرمز استفاده میکنی چون که یکم دیر جزتر جیایش مثلا پایینتره و پروتئین مصرف کنی پودر پروتئینی بوت پورتین آره استفاده می کنم ایزوله رو بعد از تمرین بین 50 تا 60 گرم ایزوله استفاده می کنم یک بار در روز بعد تمرین اصرت یا بعد تمرین آره. صبح می کنی؟ نه 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 بعد از تمرین وزنم آه. بعد از کار استفاده می کنم بعد به من بگو که چند بار در هفته تمرین می کنی؟ من هر روز تمرین می کنم بلاف... بدون استثنا بدون استثناء یعنی ز... مخصوصا تاییمایی که تو رژیم هم. اما زمانی که هم نه زمانی که آفی اون. اونا هفته چهار جلسه تا پنج جلسه تمرین میکنن اما زمانی که استارت رژیم میزنم هر روز تمرین میکنن حتی روزهای تحت حس میکنی مشکل روانی داری که هر روز تمرین میکنی یا حس میکنی که بدن احتیاج داره یعنی چون میتن... اگه ناسته. باش نمیتونم دادش اصلا خورد میشه دقیقا ما همینجور همین مشکل رو داریم با هم <تص> آره نمیشه حتما من باید برم همون روزی هم که آفم روز آفم ها خودم رو گول میزنم میگم اوکی من که باید 45 دقیقه کاردیو رو بزنم برم 45 دقیقه کاردیو بزنم حالا پشت شکمم هم میزنم دیگه میرم داداش یه دفعه میبینی 45 دقیقه کاردیو زدم هزار تا شکم زدم شونه زدم چرا پنج دقیقه دیگه کاردیو زدم نیم ساعتم سونا رفتم اومدم خونه این میشه روز استراحت فاجعه است دم باشگاه یعنی دیروز باشگاه خلوت گفتم ببین همه حرفه یا استراحت و مای آماتور رو این داریم تمرین میکنیم روزه جمعه تعطیل همه حرفه یا استراحت ما که آماتوری میریم تمرین میکنیم آره بابا ولی واقعا این تو خونه اس میکنم نمیشه نمیشه علی من خیلی من خیلی خوب تمرین میکنم من... حالا این اه... به جرات میگم هایی که تو باشگاه حالا اونایی که آماتورن اونایی که با هم یکی دو جلسه تمرین کردن میدونن من واقعا تا آخرین نفس حمل میکنم خیلی خوب تمرین میکنم همین دیدم تمرینات تو اینستاگرام خیلی خفن و حرفه‌ایه و من خیلی خوش... خیلی خوشحال میشم که نه داداش دلگیرم حالا اینم نمیشه از شما خورده گرفت چرا کانال یوتیوب نمیزنی چرا همه اینا رو به مخاطبات نمیای بهشون بدنسازی یاد بدی تمرینی که فیلم بردار پشتته سلام بچه ها امروز شونه داریم قراره که شونه رو گردش کنیم بریم که داشته باشیم چهار تا حرکت هم بیشتر نمیخواد اینا رو دنبال کنید شونه تون گرد میشه همین هرسی بعد زیر نویس انگلیسی هم میذاری از قبول دارم داداش یه مقدار تو این جور چیزا ضعیفم تو این زمینه هر کمکی خواستی داشت من هستم کمکت کنم برنامه بدم بگم یعنی مثلا برنامه بدم نه که برنامه تن. برنامه رکورد بگم که مثلا این ده. رکورد کن میشم آره برنامه اینه مثلا امروز شونه داری بهت میگم چیا رو بگو چیا رو نگو اوکیش میکنیم چند جلسه تمرین در هفته این دوستمون پرسیده که چند جلسه تمرین در هفته کافیه تمرین دو به بهتره یا تک ازوله بستگی به شرایطی داره اون فصلی داره که هستی حالا یا رژیم یا فصل تو دوران آفسیزن باشیم داداش این جنایی که ورزشکارای ای رو میبینن می‌پوشن توی تمرین توی باریک موندن کمر تاثیر داره دقیقا آره اه... خوبی داداش چطوری داداش میشه اما اینم رژیم تاثیر داره گن تاثیر داره کاردیو صبح تاثیر داره این نیست که فردا از فردا همه گن بپوشن بیان باشگاه بعد بگن چرا کمر ما باریک نمیشه <تص> ببین در پایان یه توصیه کن به بدنسازای آماتور ایران که دوست دارن مثل علی فولادون حرفه ایشن و این مسیر رو پیش ببرن نصیحت کنم توصیه نصیحت آره داداش بزرگمون یه توصیه که اینه که ام پی سی رو در نظر بگیرن اگه میخوان روزای خوب ورزششون رو ببینن ام رو انتخاب کنن و هر چیز زودتر این پتانسیل هم ایرانی ها دارن که بتونن تو مستر اولمپیا مثل هادی چوبان ارزندام کنن عالی دادشم مرسی که امشب این وقتو به ما دادی علی جون خیلی خوشحال شدم حتما باید تو یکی دو ماه آینده بعد یا یه ضبط دیگه هم میگیریم قبل مسابقت که بفهمیم چه خبر چه جوری و میخوام آپدیتاتو رو ببینیم داداش پرچمت بالاست ترکونی اینو من کامل به تو مطمئنم که ام... خب دوستان مرسی از همه شما که تا آخر این مصاحبه با ما همراه بودید امیدوارم که نظرتون رو جلب کرده باشه نظرتون رو توی کامنت برای من بنویسید و اینکه این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید علی حرفای خیلی قشنگی زد و واقعا من لذت بردم باش صحبت کردم یکی از بزرگترین پتانسیل های آینده کلاسیک فیزیک از ایران و به نظر من کارهای خیلی بزرگی رو میکنه توی سالهای آینده حالا الان کمتر از نه روز مونده به مستر المپیا، مطمئن باشید که کانال یوتیوبی ای ویدنس رو سابسکرایب میکنید نوتیفیکیشنش رو آن میکنید براتون کلی برنامه ویژه داریم امسال به مناسبت 60 من سال سالگرد مستر اولمپیا ویدیوی تاریخچه مستر اولمپیا اومد بیرون ویدیوی مصاحبه با ترک گندی داور مستر اولمپیا اومد بیرون ویدیوی هادی چوپان زندگی نامه هادی چوپان فردا قرار منتشر شه مطمئنم که اون ویدیو رو شما خیلی دوست خواهید داشت و اینکه آره دیگه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوی بعد به خدا میسپارمتون